دوستان عزیزم سلام، امروز من مهمون خونه های شما هستم با آموزش کیک بادمجون. قبل از اینکه مواد لازم رو خدمتتون بگم، لطف بفرمایید دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله کنارش رو هم همینطور تا از آموزش های آینده ما نیز در اسرع وقت بهره مند بشید. بریم ببینیم که این غذای خوشمزه به چه موادی نیاز داره. 200 گرم گوشت، 2 عدد بادمجانی که به صورت مکعبی خوردش کردید، 2 قاشق غذاخوری جعفری خورد شده، 2 قاشق رب گوجه فرنگی، 1 عدد پیاز که اون رو به صورت نگینی خورد کردید، 1 عدد تخم مرغ، 2 حبه سیر، 1 عدد فلفل دلمه‌ای که اون رو به صورت مکعبی خورد کردید، حدود 300 گرم پنیر پیتزا، به دلخواه میتونید اونو بیشترش کنید، 1 لیوان بزرگ آب، 3 قاشق غذاخوری روغن، مایه خمیر یا ییست، 1 قاشق شکر، به میزان کافی نمک، فلفل قرمز و زردچوبه، به میزان لازم آرد. برای روی غذا ما نیاز به تزئین داریم. بریم ببینیم برای تزئینش به چه چیزایی نیاز داریم. مقداری کنجد سیاه، خرفه و مغز تخمه گلافتاب، مقداری زعفرون، یه زردی تخمه مرغ و چند تا قاشق شیر برای تهیه زرینه. بریم ببینیم این غذای خوشمزه چجوری آماده میشه. خب در ابتدا ما مایه خمیرمون رو بایسته آماده کنیم. ابتدا خمیر ترش رو توی کاسه میریزیم، بعد مقداری شکر بهش اضافه میکنیم و مقداری آبی که کمی بلرم باشه، خیلی گرم نباشه، بهش اضافه میکنیم. با یه قاشق پلاستیکی همش میزنیم، بعد یه دونه بشقاب میذاریم روش تا مایه خمیرمون به عمل بیاد. خب حالا تخم مرغمون رو در یک کاسه بزرگ میشکنیم، مایه خمیرمون هم بهش اضافه میکنیم، کمی هم نمک بهش اضافه میکنیم و با یک همزن دستی اونو خوب هم میزنیم. حالا نصف از لیوان آبی رو که داشتیم بهش اضافه میکنم. حالا 3 قاشق غذاخوری روغن هم داشتم بهش اضافه میکنم و آروم آروم آردی رو که داشتم بهش اضافه میکنم و مرتب با همزن دستی هم میزنم تا کاملا آرد در این مایه‌ای که درست کردیم حل بشه. خب مجددا یه مقدار کمی دیگه از آرد رو اضافه میکنم و بازم با همزن دستی خوب میزنم. اونقدر آرد بهش اضافه میکنم که خمیر ما به دست نچسبه. خب عزیزان، پس از اینکه با همزن دستی زدید، حالا با دستتون خوب خمیر رو ماساژ میدید تا به یه خمیر لطیف و یک دستی برسید. اگر دیدید آرد نیاز داره، بازم کمی بهش آرد اضافه کنید. تو مواد لازم من آرد رو میزانش رو بهتون نگفتم، چون بستگی به میزان آب و کشش تخم مرغتون داره. ممکنه بعضی ها 2 تا لیوان آرد نیاز داشته باشن و بعضی ها بیشتر. البته نوع آردی هم که مصرف میکنید بستگی داره. خب عزیزان، حالا یه ظرف تمیز رو من با برس روغنی چرب میکنم. پس از اینکه همه جاشو چرب کردم، حالا خمیر رو که آماده کرده بودم به این ظرف منتقل میکنم، روشو با یه سلفون میپوشونم
حالا میخوام اونو در یه جای گرم بذارم تا خمیرم پف کنه و ور اومده بشه. برای همین این خمیر رو یه حله میکشم و تو محیط آشپزخونه روی کابینت آشپزخونه نگهداری میکنم به مدت 2 ساعت. خب عزیزان، ما میخواییم الان مواد میانی کیک رو آماده بکنیم. برای همین داخل یه ماهیتابه کمی روغن میریزم. بادمجونایی رو که به صورت حبه‌ای و نگینی خوردشون کرده بودم میریزم داخل ماهیتابه تا کمی سرخ و طلایی بشه. خب عزیزان، بادمجون در همین حدی که کمی سرخ شدن کافیه. خب اونا رو به یه ظرف منتقل میکنم و کنار دستم میذارم. حالا تو همون ماهیتابه ای که داشتم مقداری روغن میریزم، پیازم رو سرخ میکنم داخلش، میذارم یکم پیازا سرخ بشه. خب وقتی کمی پیازامون تفت خورد، سیرا رو بنده میکنیم و به پیازامون اضافه میکنیم تا اونام همراه با پیازا یکم تفت بخوره. خب حالا گوشتامون رو اضافه میکنیم، کمی سرخش میکنیم، بعد اونو مثل مایه ماکارونی آماده میکنیم. خب پس از اینکه گوشتامون یکم تفت خورد، حالا ادویه‌جات رو بهش اضافه میکنم تا گوشتمون مزه‌دار بشه. حالا نوبت روبه گوجمونه. روبه گوجمونم اضافه میکنیم، یکم تفتش میدیم. خب الان نصف لیوان آب بهش اضافه میکنم و اجازه میدم که با این مقدار کم آب گوشتمون یه مقداری پخته بشه. خب عزیزان، مایه گوشتی ما آماده شد، آبش کاملا تبخیر شد و گوشتمون پخته است. من 2 تا ادویه میخوام اضافه کنم که تو مواد اولیم نگفته بودم، این به دلخواهه. یکی مقداری دارچین این موقع بهش اضافه میکنم و یه مقداری هم پودر آبیشم. این مایه گوشتی شما رو خیلی خوشبو و خوش عطرش میکنه. تو این مرحله بهش اضافه میکنم، اونو کمی هم میزنم. حالا بقیه موادی رو که داشتم بهش اضافه میکنم. گازم خاموش کردم و الان فلفل دلمه ای رو، جعفری ها رو و بادمجون هایی رو که داشتم از قبل سرخ کرده بودم آماده کرده بودم به این مایه گوشتی اضافه میکنم و اونا رو خوب مخلوط میکنم. خب قرار ما با این مواد کیک بادمجون درست کنیم. این مواد جزء مواد میانی کیک ما هستن. خب این مواد آماده شدن، بریم که اینا رو برای لایه کیک بادمجونمون بذاریم. خب عزیزان، خمیر من 2 ساعت توی محیط آشپزخونه بوده، یه به اندازه کافی استراحت کرده. حالا من روی میز کارم و یه مقداری آرد میپاشم و خمیر رو به روی این آردا منتقل میکنم. کمی برزش میدم توی این آرد و حالا با کاتری که دارم خمیر رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. حالا کف یه ظرف پیرکس رو من با برسی که آغشته به روغن کردم چرب میکنم، هم کفش رو و هم کناره هاشو. وقتی همه جای اون خوب چرب شد، حالا یکی از قسمت های خمیرم رو با بردنه باز میکنم. وقتی یکم باز شد، توی این ماهیتابه کفش پهن میکنم. بعد با دستم فرمش میدم. سعی میکنم که کف ظرفم کاملا با این خمیر پر بشه. خب عزیزان، میبینید که خمیر ما کاملا کف ماهیتابه پیرکس ما پهن شده. با دستاتون کناره هاشو پوشش میدید که هیچ جای خالی نداشته باشه. خیلی خوب، این الان 1 لایه از خمیر کیک ما آماده شده. من میذارم روی میز کارم. مواد گوشتی که آماده کرده بودم و به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم، نصفش رو روی این خمیر میریزم. خوب اونا رو پخشش میکنم روی خمیر.
همه جا به صورت یک نواخت گوشت و سبزیجات داشته باشه. این مایه گوشتی رو که پخش کردم، حالا روش پنیر پیتزا می‌ریزم. خب پنیر پیتزایی رو که داشتم رو به صورت یک نواخت روی این مواد گوشتیمون می‌ریزیم. خیلی خوب می‌بینید که به این فرم خیلی خوب همه جا رو پوشش دادیم با پنیر پیتزا. همین اندازه کافیه. حالا نوبت لایه دوم خمیرمونه. کمی با بردن بازش میکنم، بقیهش رو با دستم باز میکنم و میکشم روی لایه گوشتی که توی ظرفم بود. با انگشتام خیلی آروم با این خمیر کار میکنم. این خمیر خمیر خیلی خوبیه، به واسطه تخم مرغ و سفیده تخم مرغی که داخلش خیلی راحت با شما راه میاد، خمیر خیلی نرم و لطیفی شده و خیلی راحت شما میتونید روی مواد گوشتیتون بکشی. ببینید این لایه دوم خمیر ماست. کاملا روی سطح گوشتمون کشیده شد. خب لایه دوم خمیرمون رو پهن کردیم. حالا قسمت دوم مایه گوشتیمو میریزم روی خمیر. دو مرتبه خوب اونا رو پهنش میکنم. همه جای خمیرم گوشت داشته باشه. خب لایه دوم گوشتمون رو هم روی خمیر رو پهن کردم به طور یک نواخت. حالا پنیر پیتزا روش میریزم. پنیر پیتزا چون که چربه خیلی نیاز نیست که زیاد بریزید. همینقدر که مواد ما رو به هم بچسبونه کافی. نقش چسبندگی و تمدهندگی میخواییم داشته باشه. خیلی این هم مال پنیر پیتزامون. حالا لایه سوم خمیر رو میذاریم. در حقیقت ما سه لایه خمیر استفاده کردیم و دو لایه مایه گوشتی همراه با پنیر پیتزا. خب لایه سوم خمیر رو هم میکشم روی مواد گوشتی. سعی میکنم همه جا رو پوشش بده. این یه غذایی که یه کمی کار میبره ولی خیلی غذای فنسی و خوشمزهیه. جزو خانواده فینگر فودها هست. شما میتونید برای عصرانه، برای شام، برای تولد و حتی به عنوان پیش غذا میتونید تو خیلی از مهمونیاتون از این غذا استفاده کنید. خب برای تهیه زهرینه ما یه مقداری آب زعفرون داشتیم، زعفرون دم کرده. یه دونه زرده تخم مرغ بهش اضافه میکنم و چند تا قاشق شیر. خوب با برس اونو هم میزنم. خب عزیزان سطح کیک بادمجونمون رو با زرینه پوشوندیم. میبینید که چقدر قشنگ شده. حالا اگر یادتون باشه من یه سری مواد برای تزیین روش آماده کرده بودم. ابتدا کنجدامو میریزم. کنجد سیاه برای این غذا خیلی خودشو خوب نشون میده، بهتر از کنجد سفیده. کمی خرفه داشتم و کمی مغز تخمه آفتابگردان داشتم. رو سطحش میریزم و حالا دیگه آماده میکنم که بره به داخل فر. این غذا به مدت 45 دقیقه با یه سیب داخل فر تو طبقه وسط فر در دمای 180 درجه سانتیگراد یا 350 درجه فارنهایت.
خب عزیزان، اگر دقت بفرمایید 45 دقیقه این کیک بادمجون ما داخل فر بوده، آماده شده، مغز پخت شده و الان من میخوام یه کمی روی کیک هم طلایی بشه. برای همین 2 دقیقه گریل بالای فر رو روشن میکنم که روش طلایی بشه. فقط خیلی مواظب باشیم که توی این مرحله نسوزه. خب عزیزان، میبینی که سطح کیکمون طلایی شده، دیگه در همین حد کافیه. من اون رو از فر خارج میکنم. خب میذارم که الان یه مقداری سطحش خنک بشه و بعد اونا رو برش میزنم و تزئین میکنم. خب عزیزان، من الان این کیک رو به قطعات مربعی شکل برش زدم و حالا به ظرف سربمون منتقل میکنیم. خب عزیزان، میبینید که من این کیک رو به صورت قطعات مربعی بریدم، تو سینی گذاشتم. حالا میخوام با سس کچاپ و سس مایونز تزئینش کنم. من سس کچاپ رو داخل یه قیف ریختم، ته قیف رو سوراخ کردم و الان به صورت شیار شیاری تزئین میکنم. خب دوستان عزیز، کیک بادمجون ما آماده شده، بسیار خوشمزه، خوش عطر و امیدوارم که شما هم این غذای خوشمزه را تو خونه درست کنید، در کنار عزیزانتون بخورید و لذت ببرید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.